سلام، بر ساعت خبر با من شکیلا شمس از یک خوش آمدید. اوچایا دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده است که برای رسیدگی به بیش از 300 روستای آسیب پذیر در افغانستان در فصل زمستان به 603 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. اوچا افزوده است که 171 ولسوالی با اولویت بالا و 277 روستای دیگر با اولویت متوسط تعیین شدند. این سازمان همچنان از کمبود 2.3 میلیارد دلاری در بودجه بشردوستانه افغانستان در سال 2024 خبر داده است. وزارت مهاجرین و برگشت کنندگان میگوید که درباره گزارش سازمان بین المللی مهاجرت پیرامون اوضاع مهاجران افغان نشست با برخی از اعضای این سازمان برگزار کرده است. اعضای سازمان بین المللی مهاجرت گفتند که این سازمان از مهاجرت منظم پشتیبانی میکند و هدف آن تهیه کمک های اولیه برای مهاجران است. مسئولان وزارت مهاجران و برگشت کنندگان از این سازمان خواستند تا گزارش ها را در هماهنگی با این وزارت منتشر کند. سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در مراسم آغاز کار پروژه تاپی بر گسترش روابط تجاری با افغانستان تاکید کرد. آغاز کار این پروژه را مهم دانست. وی همچنان بر روابط دوستانه و حسن همجواری میان افغانستان و ترکمنستان تاکید کرد و گفت که اجرای این پروژه و دیگر پروژه ها نه تنها برای منافع ترکمنستان و افغانستان بلکه برای منفعت منطقه اهمیت دارد. همزمان با گشایش کار عملی پروژه تاپی در ولایت هرات، مسئولان امارت اسلامی از تامین امنیت کامل این پروژه اطمینان می‌دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون جهانی یک گفته که در تامین امنیت این پروژه ریاست عمومی استخبارات و وزارت داخله و دفاع با هماهنگی هم مشترک کار می‌کنند و همچنان این پروژه را برای اقتصاد کشور با اهمیت دانسته است. پروژه گاز تاپی برای افغانستان در اوضاع کنونی که بیکاری در میان مردم بیداد می کند، از نظر کارشناسان گام برای توسعه اقتصادی کشور است. فایبر نوری، خط آهن و انتقال برق از شاخص های این پروژه است که موازی با این پروژه به پیش خواهند رفت. کارشناسان می افزایند که عملی سازی این پروژه فرصت های کاری ایجاد کرده و موجب توسعه اجتماعی و اقتصادی در افغانستان و منطقه می شود. بر بنیاد گزارش رویترز، حماس گفته است که میخواهد توافق آتش بسی را که بیش از این از سوی ایالات متحده ارائه شده بود بدون شرط جدید اجرا شود. رویترز به نقل از بیانیه جنبش حماس همچنان گفته است که هیچ یک از طرفهای درگیر حاضر به پذیرش شرایط جدید نیستند و خواهان آتش بس فوری بر اساس شرایط قبلی اند. حماس افزوده است که با میانجیگران قطری و مصری نیز در این باره گفتگو کردند. این بود مهمترین های این ساعت که تقدیمتان گردید. با بقیه برنامه های یک همراه باشید. وقت بر شما خوش.